سلام برادر ارتشی من. من دختر یک ارتشی هستم، ارتشی که تمام سالهای جنگ دلاوران جنگید و از 30 روز ماه 5 روز خانوادش را می دید و بر اثر عوارض شیمیایی شهید شد. دختر ارتشی که خانوادش خود مرز زندگی می کردن و وقتی نیمه شب قبل از عملیات مرصاد لحظه ای برای دیدن بچه هاش اومده بود، مادرم به پاش افتاد و ازش خواست برنگرد و فرار کنه و زن و بچه و ناموسش رو تنها نذاره و اون مرد فقط با بوسه ای بر سر دخترانش محکم ایستاد و گفت تمام ایران و تمام دختران و بانوان سرزمینم ناموس من هستن. من دختر یک ارتشی هستم که آسیب‌های جنگ بعد از خودش خانوادش رو به صلیب کشید. یکی از دختراش دقیقاً 3 ماه بعد از مرگ پدر از شدت افسردگی و فراق پدر خودسوزی کرد. یکی از پسراش تو 21 سالگی سکته کرد. پسرها و دخترهای دیگه‌ش هم درگیر افسردگی و تروماهای اون جنگ لعنتی هستن و هیچ وقت خانواده نشد. من دختر یک ارتشی هستم که همسرش در 36 سالگی بیوه شد. و بار 5 بچه قد و نیم قد به دوش کشید و وقتی که بهش گفتن میتونی از خدمات بنیاد شهید استفاده کنی، دستاش رو روی پرچمی که بر قبر پدرم پهن شده بود کوبید و گفت من پول خون شوهرم رو که برای مرز و بومش، برای سرزمینش جون داده رو نمیخوام. من دختر همون ارتشی هستم که وقتی پسر ارشدش وارد نظام شد، بعد از 5 سال تمام حق و حقوقش رو جای گذاشت و حاضر نشد از تمام خدمات اجتماعی و مدنی حتی یک گواهی نامه استفاده کنه، چرا که فهمید نون این نظام خوردن نداره. و حالا خطابم به توه، به توی برادر ارتشی، فقط یک جمله: آیا تو از اون خلبان عراقی که حاضر نشد بمب شیمیایی بر سر مردم حلبچه بریزه و صدام اعدامش کرد کمتری؟ تا کی میخوای بشینی و ببینی که ناموست رو توی خیابون میزنن؟ تا کی میخوای شاهد کشته شدن جگرگوشه هامون باشی؟ خیلی خوش میگذره بهت؟ در ماه چند بار میتونی زن و بچه تو ببری به رستوران؟ برادرم، ایران ناموس توه. تو قسم خوردی برای دفاع سرزمینت، برای ناموست، نه نظام نامشروع ناجمهوری نااسلامی. برادرم بیدار شو، ارتشی بیدار.